سلام به برابکس خفن دنیای وارکرفت چه اتفاقی واسه فارم های دو افتاده؟ آیا فارم های دو ایکس نرف شده؟ حتما ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید اسپانسر این ویدیو هم تیم ووانلاینه که میتونید برای خرید فروش مسئولات بیلیزارد یا برای خرید کلید TF2 که از ارزون ترین شارج شارژ استیم والد هست به سایتشون مراجعه کنید همچنین میتونید جوین کانال تلگرامشون میشید که پشتیبانی آنلاین دارن لینک سایت و کانال تلگرامشون همین پایین توی دیسکریپشن قرار گرفته یه کوچولو که بگردی پایین ویدیو رو پیداش میکنی خب بچه من دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم چون تعداد خیلی زیادی کامنت واسه اومده و تعداد خیلی زیادی درخواست توی دیسکورد واسم فرستادن فرستادم بچه آقا چه اتفاقی داره میفته فارم دو آیا نرف شده این اتفاقای عجیب غریبی که داره واسم میفته چیه و بعد بهتون بگم که بچه یه اتفاق عجیب افتاده در مورد فارم های دو x اولش در مورد فارم اسکینینگ بچه یه کوچولو توی پرانتز بگم تو قبل از اینکه بریم سراغ مسئله اصلی این ویدیو فارم اسکینینگ که میرفتن روزینگ اوردر توش فارم میکردن بچه ها نرف شده دیگه به جای 8 نفر به پنج نفر لوت میده و خب دیگه فارم های 2x4 اسکینینگ که میرفتن روزینگ اوردر فارم میکردن فایده نداره خیلی به صورت مولتی باکس این فارم ها انجام میدادن الان نرف شده و به خاطر همینه که قیمت روزینگ اوردر داره میره بالا یعنی قبلا یه بار نرف کرده بودن الان دوباره نرفش کردن دیگه یه کاری کردن که دیگه کسی نتونه هشت نفره بره روزینگ اوردر فارم کنه انقدر قیمت اوردر بکشه پایین سر همینه که قیمت روزینگ اوردر داره میره بالا بچه سر ف... نرف شدن فارم اسکینی این یه نرفیه که خب 100 درصد اتفاق افتاده درش هیچ نیست ولی اتفاق ای که افتاده یعنی رو همه های دو ما مشاهده میکنیم شاید بدونید بچه اگه فرم دو x میکنید میدیدید من دارم در مورد چی صحبت میکنم اگرم حالا چند وقتی هستش که فرم دو x انجام نمیدید اتفاقی که افتاده اینه بچه وقتی که دو تا گروه چهار نفره با هم میرن توی فارم بعد مثلا یه ساعت دو ساعت بعد یه تایم حالا که اصلا مشخصم نیست یهو یکی از اون گروه های چهار نفره لایرش عوض میشه رلمش عوض میشه و میپره میره یه جای دیگه خب این اتفاق هم خیلی میفته و خیلی اذیت میکنه فرض کن شما شروع میکنی فارم کردن تازه یه ساعت داری فارم میکنی و فارم تازه جون گرفته یهو یکی از گروه های چهار نفره کلا غیب میشه و میپره میره توی رلم دیگه و تا شما بیای پیداشون کنی دوباره گروه لیست کنی گروه بگیری و دوباره های کنی خودش یه ساعت از وقتت میره این اتفاقی که بچه جدیدا خیلی داره میفته یعنی گروه دو تشکیل میدن میرن فارم میکنن یهو یه گروه لایرش خود به خود عوض میشه اینکه چرا این اتفاق میفته بچه دو تا دلیل میتونه داشته باشه دلیل شماری یک امکان داره باگ باشه یعنی یه باگیه که جدیدن اتفاق میفته تو بازی به خاطر شلوغ بودن ها یا به خاطر دلیل مختلف دیگه و اگه باگ باشه بچه توی هفته آینده تو چهارشنبه که ریست هفتگی میاد یا ریست های هفتگی بعدتر توی این چهارشنبه هفته بعد یا چهارشنبه های هفته بعد که سرور ریستارت میشه و یه تایمی آفش میکنن دوباره آنلاینش میکنن این درست میشه یعنی اگه باگ باشه تو ریست هفتگی باید درستش کنن یه همچین منطقی داره یا امکان داره بچه باگ نباشه یه نرف باشه یعنی بلیزارد از قصد خودش این کارو کرده که گروه های دو x 4 فارمی رو یه خورده بکشه پایین چرا مثلا میگه خب آقا اوکی برید فارم کنید ولی مثلا بیشتر از یکی دو ساعت فارم نکنید چون اتفاقی که میفتم هم همینه یهو مثلا بعد یکی دو ساعت بعد یه ساعت یهو یکی از گروه های فارمی رو میندازه بیرون از تون لایر خب اگه نرف باشه چه اتفاقی میفته بچا اگه نرف باشه همین انقدر حتی بدتر هم میشه یعنی شدیدتر هم میشه این اتفاق تا جایی که دیگه کسی دو x 4 نره فارم کنه و به جای فارم دو x 4 ما گروه شاید فارم های پنج نفره داشته باشیم یعنی به جای اینکه هشت نفره برید فارم کنید پنج نفره برید فارم کنید حالا این فارم پنج نفره یعنی چی یعنی یه گروه پنج نفره که همه با هم تو یک گروه هن و حتی اگه لایرشون هم عوض شه هر پنج نفر با هم لایرشون عوض میشه پس هیچ اتفاق خیلی خاصی نمیفته میتونن این مدلی فارم رو مثلا انجام بدن خب یه سری فارم رو نمیشه پنج نفره واقعا انجام داد مثلا مثل فارم 2 x کلود که فقط سه چهار تا پولر میخواد چون تعداد عدد خیلی زیادیه نمیشه اینجوری انجامش داد ولی مثلا یه فرم یه فرم مثل فرم روزینگو که پولر خیلی زیادی نمیخواد و میشه پنج نفره انجام داد و اگه اون پنج نفر همشون آیتم لولشون بالا باشه و پلیرای خوبی باشن تقریبا همون پنج نفر میتونن قد 8 نفر فارم کنن پس اگه نرف باشه بچه راه حل داره راه حلش فارم های پنج نفر است که حالا تشکیل میشه حالا کلاس هایی که بیشتر به درد فارم پنج نفره میخورن قطعا میاد بالا و اگر این اتفاق بیفته قطعا در موردش ویدیو میذاریم و چه راهکارهایی داریم الان که ما جلوگیری کنیم از این حرکت بچه من خیلی ها به این پیام دادن خیلی ها گفتم اگه روشی راهکاری بلدید به این بگید چیزایی که تو دیسکورد من جمع کردم این بود که اول بزنین قبل از اینکه حالا راهکاری ای که تو دیسکورد بهمون گفتن این نکته تو پرانتز بهتون بگم بچا در مورد این موضوع من کل ووهد رو سرچ کردم هیچی در موردش نبود فروم بلیزارد رو رفتم تا هفته پیشش هرچی تو فروم بود هر تاپیک بود و خوندم هیچ تاپیکی در مورد این موضوع نبود و ارزم به شما که ویدیو همه یوتیوبرهای خارجی رو من رفتم نگاه کردم هیچ کس در مورد این موضوع هیچ ویدیویی نذاشته بود پس یه موضوع واقعا ناشناخته است که نمیشه در موردش اطلاعات رسمی و دقیق داد و مشخص نیست واقعا که باگ یا نرفه واسه همین که بچه‌ها من انقدر دارم با شبه و شک دارم براتون صحبت میکنم ولی خب در کل راهکارهایی که بچه ها تو دیسکورد واسه من فرستادن یکیش این بود که ریلم های شلوغ مثل کازاک و سیلورمون و این ریلم ها این اتفاق توش بیشتر اتفاق میفته یعنی بیشتر یهو چنج لایر میخوره پس بهتره برید تو ریلم های خلوتتر گروه دو x تشکیل بدید البته تو ریلم های خلوتتر هم این اتفاق صد درصد میفته تست کردم بچه تو ریلم خلوت هم یهو امکان داره این اتفاق بیفته ولی طبق چیزی که بهم گفتن یه هفتش نفر این بود که ریلم های خلوتتر کمتر این اتفاق میفته پس این یه راهکاره که از های خلوتتر استفاده کنید یه راهکار دیگه که هست بچه حالا من قشنگ تستش نکردم ولی چند نفر تست کردن گفتن تا حدی جواب بوده یعنی اینم صد درصد جواب نیست ولی تا حدی بیشتر از راهکارهای دیگه جواب بوده اینه که دو نفر بیان لیدر شن، به جای اینکه شما یک نفر بیاد و هفت نفر رو جوین رلم خودش کنه دو نفر آدم بیاد و هر کدوم سه نفر آدم جوین رلم خودش کنه و به این صورته که کمتر احتمال داره لرتون عوض شه به چه صورت فرض کنید دو نفر آدم با جای یه لیدر داشته باشیم که هفت نفر رو جمع کنه دو نفر میان لیدر میشن خب چطوری فرض کنید دو نفر آدم که جفتشون تو رلم دفیاس هستن خب و خب از قبل باید با هم هموان کنن حتما دیگه بعد با هم فرندی چیزی باشه این دو نفر میان رو اسپات و اگه این دو نفر تو اسپات فارم همدیگر ببینن یعنی لایرشون هم یکی باشه میتونن این حرکت رو بزنن چیکار کنن نفر اول سه نفر رو اینوایت کنه نفر دوم هم سه نفر دیگر رو اینوایت کنه و این گروه دو اکس چاری که تشکیل میده جفتشون لیدراشون توی همون رلم هستن و احتمال اینکه چنج رلم بخورن یه اون گروه دوم رلمش عوض شه بره تو رلم لیدر اون گروه خیلی کمتره چون هر دو تا لیدر توی یک رلم هستن پس این یه راهکاره که به جای اینکه یک نفر لیدر شه و هفت نفر رو اینوایت کنه از توی اون رلم دو نفر بیان که مطمئن باشن خب دو نفر توی رلمن و چنج رلم نمیخورن و هر کدوم سه نفر رو اینوایت کنن باز این روش بچا امکان داره که توی همون رلمی که هستن جفتشون جفت گروه ها توی رلم یهو چنج لایر بخوره این رلمشون عوض نشه لایرشون عوض شه. این احتمال داره که اتفاق بیفته ولی این حرکت تو اگه بزنید به نظر من گروه با دوامتر تایم بیشتری میتونید فارم کنید این راهکارهایی بود که بچه ها تا الان تو دیسکورد بهم گفتن و من بچه ها بهتون ارائه دادم راهکار هیچ راهکار قطعی فعلا در موردش نیست و همونطور که گفتم اطلاعات در مورد این موضوع خیلی کمه من این ویدیو رو گرفتم چون هم درخواست ها خیلی زیاد بود هم دلیل اصلیم از گرفتن این ویدیو این بود که آقا هر کی هر اطلاعاتی در مورد این موضوع داره خواهشان توی کامنت ها بنویسه تا اطلاعات جمع ببینیم که آقا چه اتفاقی داره میفته آقا چه کوچکترین اطلاع چه خفن ترین چه راهکار ساده چه راهکار خفن اگر هر چیزی تو ذهنت هست و همین پایین تو بخش کامنت ها بنویس که حالا کامیونیتی ما با همدیگه بیایم بخونیم و استفاده کنیم ببینیم که هر کسی چه ایده ای داره و چه راهکاری داره شاید یه راهکار واقعا قطعی توش پیدا شه اگه در مورد این میدونید که این باگ یا این یه نرفه بازم حتما توی کامنت بچه ها بنویسید بهترین کامنتی که حاوی بهترین اطلاعات باشه رو سعی میکنم پین کنم که بقیه هم بتونن استفاده کنن خلاصه که بچه بیشترین بیشتر این ویدیو رو گرفتم که از کامنتاتون استفاده کنم دمتون گرم تا جایی که میتونید بچه اطلاعاتی که در مورد این موضوع دارید رو تو کامنت بنویسید تا بقیه مطلع بتونن یه استفاده ای بکنن خلاصه که همین حالا اگه اطلاعات بیشتری به دستم برسه اگه خبری تو وفهد بیاد اگه اتفاق رسمی خبر رسمی بیاد حتما دوباره در موردش ویدیو میذارم و شما رو مطلع میکنم فعلا تنها خبرهایی که داشتیم همینا بود واسه شما هم ویدیوش کردم یادتون نره که واسه حمایت کردن از من این ویدیو رو لایک کنید کانال سابسکرایب کنید تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدا نگهدار